شنیدم پیشنهاد بازی در یک فیلمم بهتون شده، تا چقدر واقعا این واقعیت داره و آیا تصمیم دارین در فیلمی هم بازی بکنین؟ بله، اتفاقا یه فیلم سینمایی، یه کارگردان خیلی خوب که خب به هر حال توی فستیوال کن هم چند دفعه فیلماشون به نمایش در اومده و خیلی با استعداد، خیلی کارهای زیبایی کرده با چند تا از هنرمندهای بسیار خوب ایرانی، خیلی معروف و محبوب، قراره که این کار رو انجام بدیم. الان زیاده میخوام دیتیلاشو بگم ولی انشالله این کار انجام خواهد. لیلای عزیز، الان کار و سبک جدیدی رو که گرفتی یه مقداری کار هنری تو تغییر خواهد داد. بعد این دوباره سخت خواهد بود برگردی به کار قبلی. بعد این چه اتفاقی خواهد افتاد؟ چون بالاخره آدم وقتی یه قدمی به این بزرگی برمی‌داره که شما برداشتید، بعد فکر فردا و پس فردا هم بکنید. فکرش میتونم کردی. چی کار می‌خواد بکنید؟ بالا ما فکر این رو کردیم که یه مقداری این موسیقی که خوندیم یه مقداری بیشتر نزدیک به موسیقی اینترنشنالش کنیم، یعنی از ریتم‌های موسیقی دنیا که همه باش آشنایی دارن و به گوششون آشناس استفاده کنیم، از ارنجمنت‌های یه مقداری متفاوت که همون حالت فیوژن رو بیشتر داشته باشه، یعنی موسیقی سازهای مدرن با ترادیشنال رو قاطی کنیم ولی خب بیشتر مدرن باشه یه مقداری. و آدم قدم به قدم باید رو به تعالی بره و فکر کنه که هر روز هی کارهای بهتری بکنه و من الان به این نتیجه رسیدم که آلبوم بعدیم رو این کارو خواهم کرد حتما. چند سالیه به خاطر همین آلبومی که روش دارین کار میکنین و اصولا یه مقداری به خاطر خانواده کمتر به کنسرت میان، با اینکه درخواست‌ها زیاده، دل تنگ نشده؟ چون یادت یه زمانی چقدر کنسرت با هم میرفتیم. بله. با فریبای عزیز از این شهر به اون شهر. خب الان هم کنسرت ماشاءالله من ما یه دو سه تا کنسرت دارم نسبت به اون موقع. خب اروپا که شدت زیاد برای اینکه اروپا الان فقط یه برنامه اوبرهازن شما میذارین دیگه اونای دیگه اونجوری برنامه، اون موقع اوبرهازن وجود نداشت، الان 14000 نفر میان اوبرهازن. اون موقع مثلا من انگلیس میرفتم، هلند میرفتم، دانمارک میرفتم، سوئد میرفتم، کشور شهرهای مختلف آلمان میرفتم، ولی الان همه اینا جمع شده اوبرهازن. ترکیه، مثل ارمنستان، مثل مالزی و دبی. و مثلا من پارسال ارمنستان بودم، 8000 نفر جمعیت از ایران اومدن و واقعا من افتخار میکنم به این ملت ایران که با تمام مسائل، مثلا من یه گروه جوانای ایرانی رو دیدم، دختر و پسر، توی اون میدون معروف ارمنستان، گفتم چرا اینجا وایستادین؟ تازه اومدیم. نگفتن ما 20 ساعت پشت ترانزیت بودیم، برای که انقدر تعداد جمعیت زیاد بوده که اینا ویزا نداشتن تو پاسپورتای ما بزنن، مجبور شدن بیان ارمنستان یه سری ویزای جدید بعدن بیارن بزنن. یعنی با این سختی مردم میان ولی باز میان و استقبال میکنن و حمایت میکنن از هنرمندشون. واقعا جای قدردانی داره، واقعا جای قدردانی داره و همیشه هم حمایت کردن از برنامه های من. و تشکر میکنم از همه هموطن های نازنین ایرانیم که از وطنم میان برای دیدن من. ما که میتونم بگم حداقل من مشتاقانه منتظرم که این تور بزرگ و جهانی شروع بشه. همینطوری که خدمت میگفتم افتخار شبکه جهانی پرژیابان خواهد بود که شما رو توی تمام این تور از راز تبلیغاتی همکاری باهاتون بکنه، همه جا با شما باشه و می‌خوایم این ویدیو کلیپ ها رو هرچه زودتر ببینیم. حتما با کمال میل. لیلای عزیز، بعد از این جریان خب میدونم یک آرزوی بزرگ تو که می‌خواستی بهش رسیدی، چه آرزوی دیگه تو این دنیا داریم؟ بالا آرزوی دیگه که دارم اول سلامتی، بعدم این که مملکتم طوری بشه که بتونم آزادانه برم در اونجا به روی صحنه برم و برای هموطنهای خوبم یک بار دیگه در وطنم بخونم. این آرزوی شماست. خیلی متشکر از وقتی که به من دادیم. خیلی من جدا لذت بردم. قربون شما. و صمیمانه آرزوی موفقیت برای شما این میکنم. این کار جدید باید ببریم در تخت جمشید اجرا کنیم. هستم با شما. بیگ تایم هم هستم. بله. خانم موفق باشین، از کارتون لذت بردم، از وقتی که به من دادین براتون آرزوی بهترین ها رو دارم. شما همچنین خیلی ممنون که زحمت کشیدین این همه راه از آلمان اومدین. خانم ارزشی سو داشت. قربون شما. مرسی. مرسی. خدا. خیلی سخته چیزی رو که تا دیشب بود یادگاری، صبح بلند شی و ببینی که
که دیگه دوستش نداری، خیلی سخته که نباشه هیچ جایی برای آشتی. بی وفا شه اون کسی که جون تو براش گذاشتی. خیلی سخته، خیلی سخته تو زمستون غم بشینه روی برفا میسوزونه گاهی قلبو طعم تلخه بعضی حرفا. خیلی سخته که ببینیش کسی عاشقیش دروغه، چقدر از گریه اون شب چشم تو سرش شلوغه. اون کسی که گفت واسه چشات میمیره بری با دیگه سراغی از تو و نگات نگیره. خیلی سخته که ببینیش توی یک فصل طلایی کاش مجازات بدی داشت توی قانون بی وفایی. آدی شب بود یادگاری صبح بلند شی و ببینی که دیگه دوستش نداری. خیلی سخته که نباشه هیچ جایی برای آشتی. بی وفا شه اون کسی که جون تو براش گذاشتی. خیلی سخته چیزی رو که آتی شب بود یادگاری صبح بلند شی و ببینی که دیگه دوستش نداری.